دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل بار دیگر افغانستان را در فهرست کشورهای در حال جنگ قرار داد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرد که به دلیل افزایش جنگ و منازعات در افغانستان این کشور را از فهرست کشورهای بیرون از جنگ خارج کرده و بار دیگر در فهرست کشورهای در حال جنگ قرار داده است. این دفتر در گزارشی که به تازگی منتشر کرده اعلام کرده که از آغاز جولای تا سپتامبر سال جاری میلادی هر روز به طور متوسط 80 برخورد مسلحانه و خشونت در افغانستان ثبت شده که در 6 سال گذشته بیشترین آمار را نشان میدهد. این گزارش حاکی است که در نه ماه اول سال جاری میلادی 1290 درگیری مسلحانه در افغانستان به سطح رسیده که در مقایسه با سال 2008 میلادی پنج برابر افزایش را نشان میدهد. در این گزارش تاکید شده که ارزیابی استراتژیک سازمان ملل متحد در سال 2017 بار دیگر افغانستان را در فهرست کشورهای در حال جنگ وارد کرده است. بر اساس اعلام دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد آماری که گسترش جنگ در افغانستان را نشان میدهد شامل های مذهبی در کابل نیز می شود. حملات تروریستی در اماکن مذهبی در کابل منجر به جان باختن و مجروح شدن صدها غیر نظامی در سال جاری شده است افزون بر این در گزارش اوچا آمده است که مسئولان اداره بهداشت این سازمان در سال جاری 69 هزار بیماری تروما در افغانستان را به ثبت رسانده اند که در مقایسه با زمان مشابه در سال 2016 میلادی 21 درصد افزایش داشته است. تروما به یک جراحت بدنی شدید یا شوک بحرانی وارد شده بر فرد اطلاق می شود.